چی شد رضا قبول کرد؟ نکرد. شازده رو نمیتونی با پول بخری. آه مگه بهش پیشنهاد آره. پول دادی؟ وضعیت رستورانش خوب نیست. داشتن حساب کتاب میکردم شنیدم. منم پیشنهاد پول دادم که دخترمو ول کنه. این خیر خواهید منو کشته رضا. عجب کاری کردی واقعا. منو دیوونه نکن. آخه دیگه چه کار میتونستم بکنم؟ پس حتما خساست به خرج دادی. نکنه پول کافی بهش ندادی ها؟ چی؟ خب نمیخواین چهره شناسی چیزی بکنی؟ تو که میگی زنه رو ندیدی داداش؟ ندیدم، اما اونایی که دیدنش میگن پیر بوده. پس یه چیزی زن. هست بهش شک کنی؟ جدا؟ برادر من، فقط تو استانبول تعداد خانمهای مسلم از 1,000,000 بیشتره. یعنی بچه‌مو از دست دادن؟ چه حرفیه برادر من، هنوز دارن دنبالش میگردن. تازه دوربینای مدار بستم هست. خدا بزرگه. پسرم نه عزیزم، ای خدا، خدای من، آخ ملیه، تو باید حدس میزدی، باید فکرشو میکردی. بگو جانسو. جانسو آخه من از کجا باید بدونم جای میز کجا باشه؟ نه اونجا نمیشه بابا، نمیشه اصلا. تو بگو ببینم بلند کجاست؟ تو رستوران نیست؟ آه جانسو، تو هم وقت گیر آوردی. پره دستمون پره، هیچ کاری نمیتونیم بکنی. بلند اونجا نیست؟ پس سینان فکر میکنه به خاطر رستوران زمینم و فروختم؟ آره همینطوره. یعنی شما از من میخواین که لوش ندم؟ آره ای خواهش میکنیم، حتی بخواین التماستونم میکنی. خیلی بانمکین، متاسفانه من همچین چیزی رو قبول نمیکنم. آبجی باور کن سینان دیگه با همون حرف نمیزنه ها. خواهش میکنم عزیز من، شما با این کارتون سینانو از خودتون دور کردین، حالا میخواین منم شریک جرم کنین؟ واقعا که راست میگی، ولی خب دروغ داریم تو دروغ. این یه دروغ مصلحتیه دیگه، واسه اینکه مشکلمونو حل کنیم یه دروغ کوچولو گفتیم دیگه، همین. عزیز من دروغ مصلحتی حالیم نیست، نمیتونم دروغ بگم. بلند جون آبجی صفیه، خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم، اصلا شاید سینان سوالی هم ازتون نپرسه، شما هم مجبور نیستین جوابی بدین. در کل شما دروغی نمیگین، ما رو هم ناراحت نمیکنی. دقیقا آبجی، باور کن سینان با همون قطع رابطه میکنه، باور کن. تمومی نداره کار این پسر، تمومی نداره. حسابدار قرار بود بیاد رستوران. اوف، اوه اصلا حواسم نبود، کلی کار تو رستوران ریخته سرم. جانم سرکان. عزیزم منم قهوه‌مو بخورم میرم. ببینی میتونین این کارو برامون بکنید، ولی نمیخواید. خواهش میکنم، به خدا اینطوری سینانو از دست میدم، کاری هم دیگه از دستم بر نمیاد. پلین جون سینانو خیلی دوست داری؟ آره خب هر جوری که باشه دوستش دارم، خیلی مهربون، عصبانی، بعضی موقع مثل بچه هاست، بعضی وقت هم اینطوری نیست، بعضی موقع نگفتم که بشینی ازش تعریف کنی. آره گفتنت بسه، منم بلند تو خیلی دوست دارم، مثل پسرم. میفهمی چی میگم؟ همین دیگه. الان یه لحظه فکر کنین میخواین از دستش بدین، به نظرتون آدمی که تو زندگیتون ارزش داره اگه از دست بدینش چه حس بدی بهتون میده؟ یه لحظه فکر کنین. آره داشتم به همین فکر میکردم. باشه بهت کمک میکنم، اما اون اما هرچی که باشه من قبولش دارم، قبول دارم. خوبه، بلند تو باشاکو از هم جداشون کن. چی؟ این شرط منه، تصمیم تو بگیر.
محض رضای خدا این کارو نکنین. بوشک صمیمی‌ترین دوست منه. من نمیتونم این کارو با کسی بکنم، چه برسه به بوشک. این کارو میتونی یه فداکاری به حساب بیاری، البته برای اینکه سینانو از دست ندی، یا میتونی این کارو نکنی و سینانو از دست بدی. خواهش میکنم این کارو نکن. من این کارو نمیکنم، تو میکنی. انتخاب کن، سینان یا بوشک. نوشه جونت، همچین لغمه بزرگی تو دهنم بود که فکر نمی کردم تو 10 سال بعدم بتونم حرف بزنم. دست درد نکنه پرنسس. از پارکم در اومدیم، نشد قسمت آلاچیقا رو ببینم، ولی عیب نداره، از در بالایی میریم. چطور بود؟ اگه مامانم بود و میفهمید که چطور شده، اسم منو از تو شناسنامش پاک میکرد و اسم تو رو جای دخترش مینوشت. نفهمیدم. منظورم این بود که من تو عمرم غذای به این خوشمزگی نخورده بودم. مامان کی؟ مامان تو یا مامان من؟ مامان تو بدبخت شدم، دختر منم بدبخت شدم. مامانم میکشن ات مرار بارد. بایشتا میکشن ات. از دختر من فاصله بگیر. دختر اون کی میشه؟ میکشن ات مرار. اون کیه؟ بگو ببینم اون کی بود میشه. حرف بزن ببینم. ها مامان تو منو از کجا پیدا کردی؟ اول اینو به من بگو. هیچی نمیتونی از من پنهان کنی. سوال منو با سوال جواب میدی که یادم بره چه غلطی داشتی میکردی. آره مامان مگه تو منو ندیدی؟ عینک ندارم، چطوری میتونم ببینمت؟ خدا رو شکر ندیدی. چیزه مامان، خیلی بیچاره بود، میدونیم بوی غذا داشت میومد، منم خیلی خوب دلم براش سوخت، یکم از غذام بهش دادم که اونم بخوره. همین نوتونه؟ نه نوه دوستمه، همسایمونه. کاری کرده؟ آه پسرم تو هنوز 1 سالت نشده، بابات خدا میدونه چه جنایتی کرده که قایم شده. به شما سپردنش؟ نه. خب خانوادش خبر دارن؟ پسرم الان داری از من بازجویی میکنی؟ خاله جان وقت ما رو تلف نکن. ببین پسرم بریم محلمون، میبینینش دیگه. سر کارمون گذاشتن اونشو دیگه، نمیدونم داداش باید ببریمش کلانتری. خاله جون ازتون شکایت شده، باید با ما بیاین کلانتری. به حق چیزای نشنیده، این وصله ها به من نمیچسبه، من از اون زناش نیستم. زود باش خاله جون، وقت رو تلف نکن، یا خودت برو یا کمکت کنی. بفرمایید من ببرمش. خانم محترم شما هم بفرمایید. تقصیر منه، انگار طرفتو نمیشناسی. آخه چرا میذاری؟ چرا اجازه میدی؟ بچه رو بردار با خودت ببر، تنهاش نذار، خب ولش نکن. نباید تنهاش میذاشتم، نباید. مامان من که نمیخواستم اینطوری بشه، منم خیلی ناراحتم، یهو خوابم گرفت. پسرم من که به تو چیزی نمیگم، من از خودم عصبانیم، از دست خودم عصبیم پسرم. آه ملیه، آه ملیه، ولش کردی؟ الان خدا میدونه بچه دست کیه. مامان خواهش میکنم بس کن دیگه. قربان یه زن با یه بچه رو پیدا کردیم، داریم میاریمشون کلانتری. تمام هوا پسرمونو پیدا کرده. خدایا شکره. پیدا نشده ولی به مورد شما میخوره. عیب نداره، بازم امیدی هست. گفته نوه یه همسایه‌مونه، میگن دیوونه است. حالا بیاد ببینی. ببین الکی نیست که انقدر دوستش دارم دیگه، مگه میشه بری از علاقت به سینان بگی اونم دست رد به سینت بزنه؟ نمیشه.
دستش درد نکنه. بالاخره قانع شد که سینانو خیلی دوست داره. خب معلومه که قانع میشه. تو نگاه نکن حالا یکم با باشاک مشکل داره. این خواهر من واقعا یه فرشته است. یه فرشته واقعی. فهمیدم بلندچان. آره دقیقاً همینطوره. بیا. عزیزم. سراش پس. خسته نباشی. برای غیب شدن امروز دلیلی داری؟ خوب الان که اومدیم. شما با هم بودین؟ نه جلوی در همدیگه رو دیدیم. پلین اومده کمک کنه. فهمیدم دعوتی دارین. منم از اونجایی که کلی تجربه تو این کار دارم گفتم بیام و کمکتون کنم. خیلی خوب باشه. حالا که اینطوره به سرکان بگم بهتون یه کار بده. اوه خب اگه اینجوری باشه دیگه کاری نمیمونه. من دیگه باید برم. چیکار کنم اینجا؟ تو میتونی وقتی ما کار داریم با شوخیای مسخرت ما رو سرگرم کنی ها؟ اینو ببین. آدم مسخره‌ای مثل تو اینجا باشه دیگه به دلقک نیازی نیست. نفرت انگیز. یه بارم که شده نخود حراش نباش. البته با این کارا پول در نمیاد. بری سر کارتون. زود باشید. ای به چشم سرش بس. خیلی خوب بریشید. نجیب نازمو آوردن. پسرم عزیز دلم الهی فدات بشم. دلت تنگ شده بود فدات بشم الهی. چیزی که نشده مگه نه. کجا بردنت ها؟ کجا بردنت عزیزم؟ کجا رفته بودی؟ اون زنی که بچه‌مو دزدیده هنوزم اینجاست؟ جناب سروان باور کنین که مامانم نازمو ندزدیده. به خدا دارم بهتون راست میگم. خانم محترم بفرمایید. خاله جان بفرمایید. با این سنم آخه این وصله ها به من میچسبه. آخه من میتونم بچه دزد باشم؟ آخه یه نگاهی به قیافه باشه. من بنداز. کجای من؟ از دست تو حافظه. آروم 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 تر همش بزن. اینطوری همش بزنی آردش پخش میشه. هنوز نمیدونی باید یواش هم بزنی؟ اینطوری نیست اونطوری نیست. چطوریه پس؟ اینطوری. کاسه رو اینجا بگیر. اینم همینطور. یکم بیارش پایین. خوبه. سینان جون لطفاً اینو جواب بده شاید مهم باشه. ممنون. آخه تو چرا از هندوستان برگشتی ها؟ این همه مدت رفته بودی چرا حسب نگرفتی؟ ولی اگه بخواد بره خودم پولشو تا قرون آخر میدم. حتما یادت میاد همون خانومیه که روش نوشیدنی ریختی. راست میگی. سینان چیزه سلام بهش برسون. یه نه عوای ساهی چی نگو بگی چی بهش نگو یا... سلام حالتون چطوره؟ با کمال میل خوشحال شدم. مگه میشه همچین چیزی؟ فقط امروز تو رستوران یه مهمونی بزرگ داریم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. داریم سعی میکنیم بهترین کارا رو ارائه بدیم. البته بله حتما بهتون خبر میدم. ممنونم. میبینم اتون. خب چی میگه؟ الان من نفهمیدم کی میخواد بیاد. سرکان گفت که شاه تغذیه میاد. اینو فهمیدم ولی نمیدونم کیه. سرکان اگه تو الان اونو بشناسی از خوشحالی نمیدونی باید چی کار بکنی. باور کن. اذیت نکن. یه خوراکشناس خیلی معروف سرکان. وای رئیس چه خوب شد که مسابقه رو بردین مگه نه؟ حالا شما انقدر زود هیجان زده نشین. زیادم خوشحالی نکنید. فقط چشم و گوشتون رو باز کنید.
راندمان کاریتون رو ببریم بالا. اگه بتونیم این خوراکشناس محترم رو راضی نگه داریم، یه روز مرخصی به همتون میدم. ببینم چیکار. این آدم میتونه یه وسیله‌ای باشه برای بزرگ شدنمون. جلب رضایتمون میتونه برای هممون مفید باشه. دقیقاً. تو حالت عادی رفتاری که با یه مشتری دارین چند برابر بهترشو باید با این آدم داشته باشین. حسابی باید بهش برسین. اصلا ولش نکنین. فهمیدین داداش بودم. بسپرش به ما. بلند زیادی بزرگش کرد. شما مثل همیشه به کار خودتون ادامه بدید. بلند داره شوخی میکنه. من به همتون اعتماد. خب حالا از همه اینا بگذریم، این آدم از کجا بشناسین؟ مخصوصا اکس آدم رو هیچ رو نمیذارن که یهو کسی پارتی بازی نکنه. ببینم، یعنی تا حالا هیچ کس عکسشو نگرفته؟ والا نمیدونم، ولی رستوران با رستوران رفیقه. مطمئنن یکی عکسشو گرفته یه جا گذاشته. زود باشین بگردیم. شما که میدونین من جستجوگر خوبیم، وقتی میگم نیست میانی نیست. داداش چطور ممکنه نباشه؟ الان دیگه سگ و گربه هم فیسبوک دارم. مطمئنم این آدمم داره دیگه، ولی من نمیدونم چرا پیداش نمیکنم. بهش فکر نکن بلند، بی خیال شو. سینان تو این قضیه رو شوخی گرفتی ها، ولی یه نظر بد اون آدم میتونه کل این رستوران رو تعطیلش کنه. اگه بنویسه همه چی خوبه، کارمون خوب پیش میره. داداش خودمونم میدونیم که همچین چیزی نیست. بلند، واسه همین انقدر راحتم. ما کارمون رو میکنیم. تازه تو کارمون خیلی واردیم. تو هم راحت باش. داداش این آدم حتما یه خصوصیتی داره دیگه. باید بتونم این خصوصیاتو پیداش بکنم. من حتما گیرش میارم، ولی نمیدونم چرا پیداش نمیکنم. سرکان، این آدم هر جا که میره عمدن چنگالشو هی میندازه زمین. عجب آدمیه. جانسو تو سرویس نده، من خودم این کارو میکنم. احمق نشو بابا، چیزی که فکر میکنی نیست. اون داره تست سرعت از ما میگیره که چقدر طول میکشه چنگالشو براش بیاریم. اینو از اول بگو، یه دست فکر کردم آدم ناجوریه. فکرت خرابه، واقعا خیلی ذهن خرابی داری. اما بعدم هم نیومده. میگم این آدم چیزی هست دوست داشته باشه، مثلا شیرینی چیزی، یا مثلا طعم ترش شیرین. من پیداش کردم، پیداش کردم سینان، این آدم عاشق شیرینیه، دیوونه است، دیوونه شیرینی. آی منم عاشق شیرینی ام، شیرینی عشق منه، کاملا این آدمو درک میکنم. من اینو از همون اول میدونستم. پسر وقتی میدونی برای چی به من نمیگی؟ چون کار رستوران میکنی، گفتم حتما میدونی. ای طرف از مشهورترین خوراکشناس است، منم اینو میدونستم. آره یه چیزی بگم، این همونی نیست که عاشق ترکیب بندی نوشیدنی میوه‌ای بود؟ خودش نیست؟ آره خودشه. من اونو یه جایی خونده بودم. آره فکر کنم خونده بودم، احتمالا یادم رفته بود. منم درست کردن همون نوشیدنی رو بلدم. آفرین به تو، آفرین، تو همه چی رو بدون، به منم اصلا هیچی نگینه. بگی ببینم، خوشتی مهمون من. یه چیزی بگم، مطمئنم خیلی شلوغ میشه، طرف رو به هیچ وجه تشخیص نمیده. نشناسی نشناسی مهم نیست، به نظرم از غذای سینان خیلی خوشش میاد. آخه من نمیفهمم این آدم کیه، کجاست، هیچ اثری از خودش به جا نمیذاره. آخه این قایم موشک بازی ها چیه داره در میاره؟ آی من دیگه کلافه شدم، بریم بیرون. زود بریم بچه ها. به هر حال هر کسی یه روزی تو زندگیش داره دیگه. چرا به من نگاه میکنی این حرفو میزنی؟ به تو نگاه میکردم؟ اصلا متوجه نبودم. یکم خونک بشه. برای این که من عصبی کنی اینو میگی مگه نه؟ نه؟ بگو ببینم من چه رزی دارم که خودم ازش خبر ندارم. از وقتی اومدم خیلی مشکوک به هم نگاه میکنی. واقعا هیچی از چشم دور نمیمونی. واسه این که یه مدرک پیدا کنی به سینا نشون بدی میای تو اتاقم، وسایلمو به هم میریزی. فکر کردی من نمیفهمم؟ گفتم که داری اتهام کاری که نکردم و به هم میزنی. این بس نیست، تازه داری بهترین دوستم و با هم دشمن میکنی. عکس العملی که الان دارم خیلی کمتر از چیزیه که در حقته. اگه این کارو نکردی چرا سعی نمیکنی ثابتش کنی؟ چون سینان به هم اعتماد داره، واسش مهم نیست بقیه چی فکر میکنن. نوش جونت. فکر درسته، اگه من دزدیدمت میتونم تو اینم سم ریخته باشم. عشقم، عزیزم، ای جون دلم، شیرینی زندگیم اومده، الهی قربونت بشم عزیز دلم.
راستی مارال، دختر مگه تو هر ماه خطتو شارژ نمی کنی؟ حافظه، محض رضای خدا چرا یه زنگ به ما نزدی خبر بدی؟ آبجی جون، مامانم اگه من نباشم نمیتونه شماره بگیره، واسه همین زنگ نزده. هر بلایی سرم میاد به خاطر دل رحیممه. باید ولش میکردم همونطوری بیان بچه دزدا ببرنش. همچین گرفته بود تخت خوابیده بود که اگه پرنده ها رو سرش خرابکاری میکردن نمیفهمید. بسه، خواهش میکنم بیشتر از این حرف نزنین. به حد کافی ناراحت هستم، دیگه تکرار نمیشه. منو ببین، دیگه قضیه تموم شده رفت. بابا جونم ببین چقدر دلم برات تنگ شده. عزیزم، عشق باباش آخه. راستی تو اونجا چی کار میکردی؟ چی شد یهو بلند شدی تو این گرما رفتی پارک؟ تازه با نجیبم روبرو شدی. همش تقصیر این ماراله. دزدکی از خونه زد بیرون، گفت میخوام برم خونه عمم مثلا. این بود که منم شک کردم، افتادم دوباره. عجب آدمی هستی یا مامان، یه آدم بیچاره بیپناه بود. از کی دارین حرف میزنی؟ همون مرده که تو پارک بود. خدایا به این سب بده از دست این. خاله حافظه، مارال کی از این کارا کرده که این دومین بارش باشه؟ همینو بگو. آبجی، گفتم یه خوبی کنم، شکم یه آدم بیچاره رو سیر کنم. مامانم داره اونو میگه دیگه. وا، مگه چیه؟ چرا نکنه؟ دختر جوونه. یعنی اگه از روی آداب و اصول باشه میتونه کسی که دوست داره رو ببینه، مگه نه؟ اما بهتر اینه که بیای با مادرت آشناش کنی. مادرت هم گناه نداره مگه؟ خب نگرانته، باید بدون تو رو به کی داره میسپاره دختر جون؟ باور کن اگه یه روز دست یکیو بگیره بیاره خونه، بگه دوستش دارم میخوام باهاش ازدواج کنم، بشه مثل سینان، هیچ وقت قبول نمی کنم. آبروی زن بیچاره رو پیش همه برد. تو هم این کارو بکنی شیرم و حلالت نمی کنم. بچه رو خوابوندم. چرا؟ چون نمیخوری اینا؟ خوش اومدین. آبجی صفیه، سرکلش پیدا شد. ببین، خیلی خوب، برو اون بر. بذار بیاد، منتظرشم. آی بسه باشاک، کم مونده تو روزنامه بزنی میخوام بکشمت. ای بابا، اصلا هم این کارو نمی کنم. دقیقا مثل خودش رفتار میکنم، تو روش میخندم و یواشکی هم کارمو انجام میدم. اونجا میتونی بشینی. سینان اومد، بیا بیا. آبجی صفیه. آه عزیز دلم، تبریک میگم. خوش اومدی. اینجا خیلی خوشگله، خیلی خوشم اومد. اینم که سرآشپزمونه، همه چی خیلی. آره خیلی قشنگه. آبجی صفیه، الان که اینجا این خواستم ازتون تشکر کنم. فیلیا زیر سایه شما رو پای ایستاده. ای بابا، این چه حرفیه؟ من به خاطر شما جونم هم میدم، پور که چیزی نیست. خیلی خب، به خودت مسلط باش، سرت هم بالا بگیر، برو. ببین کی اومده، ببینین کی اینجاست، خبر نداشتم میان. خیلی خوش اومدین. خوش اومدین. ممنونم عزیزم. باشک جون، واقعا خیلی خوشگل شدی. اونقدر خوشگل شدی که به نظر من یه اسپم برای خودت دود کن. خیلی لطف داریم، ولی خوشگلی من کجا و خوشگلی شما کجا؟ ممنونم عزیزم، واقعا با تمام وجود اینو بهتون گفتم. میدونم. پس چرا اینجا وایسادین؟ بفرمایید بریم عزیزم. والا منم اگه خودم نمیدیدم باور نمیکردم، ولی حق با حاکم بود. یکم با آبجی صفیه حرف زدم، یکم هم با باشاک، نتیجهشم شد این. ببینین، حرکت تست شده است. تو هم رو پلین و خاله منیه کار کنی، دیگه هیچ مشکلی نمیمونه. بهت گفته باشم پلین راحته، اما خاله ملیحه یکم سرسخته. سینان، بعد موقعی که مزاحم نشدم ها؟ نه، میبینم. یه لحظه بیا. میخوام برم پیش خاله ملیحه باهاش حرف بزنم، شاید بتونم دلشو به دست بیارم. خودت میدونی، ولی فکر نمیکنم به این راحتی دلش به دست بیاد. وقتی نگاهشو یادم میفته عصب وجدان میگیرم. والا چی بگم روزگار،
شاید دلش نمیاد با تو بعد حرف بزنه. بله، باور کن اگه بدون رابطه تو باهاش قطع میکنی، منو از موهام میگیره و به 8 قسمت مساوی تقسیمم میکنه. ای بوشک دست درد نکنه، آبجی صفیه رو ول کردی به امون خود، الان یه ساعته داره همه چرا دنبال توالت میکرده. اشکالی نداره پرین جون. ببخشید، به خدا اصلا حواسم نبود، یعنی مجبور شدم یه سر بیام پیش بلند. خب آبجی، میومدی از خودم میپرسیدی. ای بلند، هر چیزیو که تو نباید بگی، به بوشک اعتماد کردی که خواهرتو بهش سپردی. خیلی خوب میدونم پلین جان، کار خوبی نکردم، ولی به نظرت زیادی بزرگش نمی‌کنی؟ نه بابا، پلین داره باهات شوخی میکنه دیگه، مگه نه؟ نه، خیلی ببخشید، ولی این خانوم اگه قلبش بشکنه به خاطر اصالتی که داره تو خودش میریزه. یکی باید حواسش بهش باشه دیگه، مگه نه؟ ببخشید که حواسم به شما نبود، معذرت میخوام. دخترا مهم نیست، خودتون رو ناراحت نکنین. خب دیگه بیا منو ببر سر میزم. واقعا میگین؟ باشه. پلین تو چرا اینجوری میکنی؟ چه مشکلی با من داری ها؟ تازه دارم رابطهشون رو درست میکنم، داری خرابش میکنی، دنبال چی هستی؟ دقیقا منم به همین خاطر اینو گفتم، کاری که بوشو کرد درست بود. ببین بلند، شما الان با هم دوستین، فردا میخواین ازدواج کنین، مشکل ساز میشه. خب منم دارم بهتون کمک میکنم. نمیخواد کمک کنی پلین، تو رو خدا کمک نکن. اگه میخوای اینطوری کمک کنی، همون نکنی بهتره. آهای مارال، بهت اعتماد کردم ولی هیچی نگفتی. چرا اتفاقایی که تو رستوران افتاده نگفتی ها؟ مامان، من که رفته بودم هواخوری، چیو میخواستم دختر بدیم؟ کفشاتو بپوش، بیا دنبالم. چیزایی که یادم میره بگم و تو میگی. آخ 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 اوف مامان، چرا اینجوری شدم؟ زانوم خیلی درد میکنه. دختر دیگه از این فرصت ها برای غیبت کردن گیرت نمیاد، بیا بری. مامان تو چه نیازی به من داری آخه ها؟ یه زبون داری مثل نیش، ماشالله آفرین به تو. تو الان بری اونجا همچین ریز به ریز ماجرا رو میگی که دیگه نیازی به من پیدا نمی کنی. این هم حرفیه. ببین، در رو قفل کردی، کلید و پشت در ننداز. خدافز. خدافز، میبینمت ماما. مامانم رفته خونه همسایه، تا دیر وقت هم نمیاد. دوست داری بیا خونه ما، هم شام میخوریم هم یه دوش میگیری ها؟ دارم میام، الان اومدم. باور کنید اینو علکی نمیگم، ولی بعد اینم جای دیگه یه غذا بخوریم بازم اینجا رو فراموش نمی کنیم. ممنونم، همیشه منتظرتون هست. حتما. خیلی خوشحال شدیم. نوش جونتون. نوش جونتون. داداش این وبلاگ نویسه کی میخواد بیاد؟ نمیدونم. به هر حال من پلینو گفتم جلوی در وایسه، این یارو قیافش تابلوه، اون ببینه میفهمه به ما خبر میده. اینجاست میز شما، اون گوشه دومین میز. بفرمایید. خوش اومدین. ممنونم. رستوران تانکوت سینان یلماز اینجاست؟ بله همینجاست. ببخشید یه لحظه، میتونم اسمتون رو بپرسم؟ چون باید لیست رو ببینم شما رو به میزتون راه نمایی کنم. اسم من تو اون لیست نیست، منم ترجیح میدم که نگم. اینطوری نمیتونم برم داخل؟ نه بابا، این چه حرفیه، امشب اینجا یه مجلسی هست، فکر کردم که از دعوتی هایی نیستم خانم محترم.
اگه بد نباشه میتونم یه سوال خصوصی بپرسم؟ شیرینی دوست دارین؟ پس فکر میکنین برای چی اینجام خانم محترم؟ اسم قلب طلایی رو خیلی شنیدم. آره یعنی چیزی من سری یکی رو صدا میکنم شما رو به میزتون راهنمایی کنه. جانسو این آقای محترم رو تا میزشون همراهی میکنی؟ البته بفرمایی. جانسو خودش این سر دلمه ببرگی. اومد خودش اونجاست، مطمئنم خودش 100% خودشه. از کجا فهمیدی پوستش براق بودنه؟ ای بلندی که تو اون حدم نگاش نکردم نمیدونم. سب کنین سرصدا نکنین آروم باشین. از کجا فهمیدی؟ سینان فکر کردم یکی از مهموناست، اسمشو پرسیدم هیچی نگفت، من بودم اسممو میگفتم، خیلی عجیب رفتار میکرد، مشکوک میزد. اما ببین من چی کار کردم، ازش پرسیدم شیرینی دوست داری یا نه، یارو کلی زوغ کرد. اونجاست. دیگه مطمئن شدم خودشه، خودشه. ببین همیشه این کارو میکنه، حلنم کرد. من دیدم بابا دستش خوب. میگی چی کار کنه؟ خب چنگاله بگیره دستش پرت کنه. خب معلومه داره آروم این کارو میکنه دیگه، عجب گیری افتادی ما. مطمئنم خودشه. خب دیگه کشیک دادن تموم شد، بریم کارمونو بکنیم. خیلی خب یالا. ممنونم ممنون. نمیخواین چیزی بگین؟ چه کار باید بکنم که مرا ببخشین؟ چرا به من نگفتی سینان و پلین با هم رابطه دارن؟ وقتی سینان هیچی نگفته من چطوری میتونم بهتون بگم خاله ملیه جون؟ اون موقع به هم امید نمیدادی، میگفتی نمیدونم، خبر ندارم که اونا با هم دیگه هستن. خیلی به نظر ناراحت می اومدین، واسه اینکه خیال شما رو راحت کنم چیزی نگفتم. برای راحتی من. الان به نظرت من شبیه کسیم که خیالش راحته؟ همش می ترسم یکی از فامیلا به هم زنگ بزنه. یه کاری کردین که دیگه جلوی کسی نتونم سر بلند کنم. یه طرف پسرم، یه طرفم تو که مثل بچه‌ام بودی. بچه تو الان خودتو بذار جای من. اگه تو بودی میبخشیدی؟ در واقع اینو با شراب امتحان میکنن، اما من از آب آلبالو استفاده کردم. تو تابستون ادویه شیرینی ممکنه سنگین کنه آدم. تازه آلبالو علاوه بر اینکه سبکه یکم ترشی خاصم به شیرینی میده. واقعا مرکه شده، حرف نداره. خودشه، همه چی داره خوب پیش میره، معلومه که خیلی خوشش اومده. این کار حل شده. دقیقا. دستتون درد نکنه. نوش جونتون. ممنونم. سرپا موندین، دوست داریم بشینیم؟ البته. تا حالا غذایی به این خوشمزگی نخورده بودم. باشک جون، تو بلند دوست دارین اینجا مراسم ازدواجتون رو بگیری؟ یعنی تصمیمتون رو گرفتی؟ یعنی از همه ی امتحانا سر بلند اومدم بیرون و منو لایق بلند جان دونستین؟ ولی این خبر خوشو چرا به خودم نگفتین؟ خب وقتی بلند میخواد زود باشین بگین. بگین تو رو نمیخوام. بگین. باشک خواهرم یه سوال پرسید، خب مثل آدم جواب بده دیگه. نه بابا، مگه من مثل حیوان دارم جواب میدم؟ حتما حیوانم دیگه. باشک جون عزیزم، تو چرا اینطوری رفتار میکنی؟ چون که این باشک تاج سر منه، همه جوره این دختر رو دوست دارم، ولی دارم فکر میکنم که پلین جون خواهشان این بحث رو دیگه تمومش کنی، نمیخواد به خاطر من اصلا کاری بکنی، لازم نکرده. داداش کنترلشون کن، یادت رفت؟ داداش من کنترلا با خوبت دست دادم دیگه، یعنی چی؟ بلند مسئله ازدواج در میونه، باید قبلش در موردش حرف بزنی که بعدم مشکلی براتون پیش نیاد، درست نمیگم؟
خب عزیزم تو چی فکر میکنی؟ باشک جان خیلی میبخشی، ولی کسی مجبور نیست قیافه به هم ریخته تو تحمل کنه. عجب گیری افتادیم ها. من وقتی به باشک پیشنهاد ازدواج دادم اصلا میدونستم دیوونه است. خیلی هم خوشحالم. اصلا به شما چه؟ خیلی خوب باشه، ولی عذاب جی صفیه پرسیدی که اونم خوشحاله یا نه؟ چی بگم؟ هر چی بگم دروغ گفت. بیا با زبون خودش گفت، این زن هر چی بگه پوچ و دروغه. زود باشین دیگه، بگین که نمیخواین. من یه چیزی بهت بگم بلند جان، فقط من نیستم، هر کسی پیش تو باشه این زن اونو نمیخواد. اما کسی که منو نخواد منم اصلا نمیخوامش. آه راستی پلین، به نظر من به تو برای راستگویی باید یه تاج بدن. آه صبر کن، اگه پیشم باشه خودم میذارم سرت. من باورم نمیشه آنیل. چطوری فندق؟ باورم نمیشه. ماشالله به این دختر دوست داشتناش حد نداره. بگی بشین ببینم. داداش بلند جانسو هیچی نفرس. خب فقط بگو ببینم از سینان چه خبر. اون سمت همه چی رو براه، نوشیدنشم بردم. فقط مرده یکم مهارتش بالاه، ولی هرچی از سراشفزمون روبروش نشسته. چی میخواد بشه مگه؟ خب تو این چیا هست؟ تمش، خربوزه، آب پرتقال. برای اینکه آدم سر حال باشه کمی هم کیوی و انگور داره. وای این خیلی خوبه. من یه دونه دیگه میتونم بگیرم اگه ممکنه. به همکارا میگم براتون بیارن. چطور پیش میره؟ خیلی خوشش اومده. خب خیلی خوبه عالیه. بلند من یه چیزی بگم، این آدم متخصص خوراک نیست. یه چیزی بهت بگم، این آدم یه متخصص حرفه‌ایه. اگه تو این یه مشتری معمولی میبینی پس آدم متواضعه، اما خیلی خوب داره پیش میره داداش. همینطوری ادامه بده، همینطوری عالیه. بیا تو اوف جورابه چه بوی گندی میده. وای ببخشید ناراحتت کردم. نه اصلا، خب اومدنم یه هایی شد دیگه، بعدش هم دو روز تو خیابونم کارش نمیشه کرد. چیزه تو الان لباساتو در بیار، من بشورمش، بعدش هم به اتوش میکنم تا هم یکم سرحال میاد. اینجا نگفتم که. خب من با این لباسا مرم داخل خونه بهتره دیگه، نه؟ باشه. چیزه من دستمو اینطوری میگیرم، تو لباساتو در بیار بذار اینجا، نگاه نمی کنم. یادت میاد یه مهمونی گرفته بودیم به خاطر تعطیلات تابستون؟ شبیه خوشحالی تو زمین فوتبال بود. این چه شباهتی بود آخه، اینجوری نگو ناراحت میشم. باشه که دیگه خیلی آدم خونگرمیه، با همه زود اخت میشه و با هم یه جور رفتار میکنه، خوب و بده مراش اصلا مهم نیست. خب باشه عزیزم، ولی دلیل نمیشه اینطوری رفتار کنه. ببینین من باشکا خوب میشناسم، عمرن همچین کاری نمیکنه، موضوع چیز دیگه است. معلومه عزیزم. پرین یه چیزی هست که من نمیدونم. خب یه چیزی هست که نمیدونی. خب چطور بگم، من از حرف زدنش با بقیه و اینا صحبت نمی کنم. داداش بیا ما بریم یه هوایی بخوریم ها، پاشو بریم. بلند چون یعنی جنابالی میخوای بشینی اینجا و این صحنه ها رو نگاه کنی؟ خب آبجی چی کار کنم، برم کف گرگی بزنم تو صورت یه رو یا دوارم اندازم تو رستوران؟ نه نه به نظر من تو همینجا بشین فکراتو بکن. پلین چرا اینجوری میگی؟ مگه باشک چی کار کرده که اینقدر بهش گیر میدی عزیزم؟ خب من همیشه هوای دوستم رو دارم، ولی دیگه نمیتونم ببینم و دروغ بگم، نمیشه. بس کنین دیگه. بریم باشک. آه چی شد، نکنه تو رو دک کردن از اونجا عزیزم؟ باشک میدونی پیش خانوادم منو تو چه شرایطی قرار دادی ها؟ به نظرت اصلا برام مهمه؟ بذار یه نگاه بندازم.
آه اینجا هم نیست، پس معلومه برام مهم نیست. بعدش هم اگه از اون خانواده خونه خراب کنه داری حرف میزنی، مخصوصا آبجی صفیه جونت، اصلا برام مهم نیست. چی شده؟ نکنه چیزی شده؟ من خبر ندارم. شما خیلی خوب کنار هم نشسته بودین، آخه یهو چی شد؟ چی شد؟ نکنه بهت برخورده؟ تو که باید عادت کرده باشی به رفتارهای آبجی صفیه جونت. اگه من مزاحمتون شدم برم؟ این چه حرفیه عزیزم، تو جایی نمیری، بلند تو اینجا میمونی. با شک با من میاد. زود باش دیگه، چی دست من الان بهت نشون میدم. را بیافت، یالا با شک. فقط یه بار ازت میپرسم، میخوای تمومش کنیم؟ پلین، این حرفی که زدی اصلا درست نبود، کار زشتی کرد. الان مشکل منم؟ یعنی کسی با رفتار باشک مشکلی نداره ها؟ جالبه. خب پلین جان، اگه مشکلی یا شکایتی داشتی الان نیاز نبود بخوای جلوی همه به زبون بیاری عزیز دلم. اما آبجی صفیه نمیدونست. بالاخره اگه قراره با هم ازدواج کنن همه چیو باید بدونه، مگه نه؟ تازه بعد از این اتفاق ازدواج کردن یا نکردنشون معلوم نیست. با اجازتون من میرم دستشویی. عصرتون بخیر خانم مختار. عصر شما هم بخیر، بفرمایید. ببینید، من آدم منحرفی نیستم. اگه ازتون خواهش کنم امشب منو همراهی میکنید؟ میگم پتویی چیزی نداری من خودم رو بپوشنم؟ تنها موندم اینجا، کارت تموم نشد؟ یه خورده زودتر دیگه، یکم دیگه مونده، الان تموم میشه، دارم با اتو خشکش میکنم. نکنه سردت شده؟ نه سردم که نشد، فقط کلافه شدم. وقتی تو این حالم غذام نمیتونم بخورم. لباس خونه های بابام هست، بذار برم بیارم. فعلا اونا رو بپوش. آره الان میارم. باشک به هم جواب بده، میخوای جداشیم یا نه؟ من دوستت داشتم، اما وقتی بهت علاقه من شدم نمیدونستم مجبورم خانواده‌ای که منو دوست ندارن و هر کاری میکنن که منو از تو جدا کنن و دوست داشته باشم. فهمیدم که نمیتونم. بیا بگیرش. یعنی همه چی تموم شد؟ آره آبجی صفیت کار خودشو کرد، دیگه نمیکشم. بلند منو ببخش. بعد میگه من منحرف نیستم. آقای محترم دارین سوء استفاده میکنین، بکشین کنار. شما چرا دارین نگاه میکنین؟ خب مگه من چی گفتم؟ با احترام ازتون خواستم همراهیم کنید، ایرادش چیه؟ با این وضعیت هی به من نگو مگه چیه، چی کار کردم؟ وایسا خانم بس کن دیگه، بکش کنار ببینم منحرف عوضی. بلند چرا داری میزنی؟ این چرا اینطوری میکنه؟ چی شده آبجی صفی؟ این آدم به من پیشنهاد بی‌شرمانه. این آدم اصلا میدونه چی کار میکنه؟ فکر کردم آدم درست حسابی هستی که پیشت اومدم. اگه میدونستم اینطوری میکنی اصلا سمتت نمی اومدم. خیلی کار درستی کرده، تازه داره توهینم میکنه. بگیرش بگیرش بالا، بذاری بهم توهین میزنی. شما منحرفی آخه، آخه این چرب یکه میزنی. ماما بلش کن، مامان بلش کن، بلش کن، بل کن دختر، بلش کن، ماما بلش کن، سب کن ببینم. ماما نرو اینطوری. بکش کنار، بکش اون وقت خدا لعنتت کنه دختر. چی
چه خبر شده؟ صدای خاله حافظ زفت داره داد میزنه. ای وای پسر لخته، دشمن نام نکنه این روز پسره که شاید باشه. اینه به خدا پسر رو کنی تو بره مامانش بگیره. 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 به جای اینکه فک و پوز طرفو بیارید پایین، دارید طرفداریشو میکنی؟ بس دیگه آبجی صفیه، شاید داری اشتباه میکنی، تو رو خدا یکم آروم باش دیگه. بابا من نشسته بودم داشتم غذا میخوردم، خب بعد این خانم محترم رو دیدم، نظرمو به خودش جلب کرد. فقط خواستم باهاش آشنا بشم، مگه چی کار کردم؟ به خدا قصد بدی نداشتم. من از کجا بدونم بعد از اینجا منو کجا میخواین دعوت کنی؟ خیلی خوب، باشه باشه، شما بفرمین اینجا. ای بابا برادر من یه لحظه صبر کن، تو میدونی داری با کی حرف میزنی؟ هر کی میخوای باش، چی میخواد بشه؟ وای بریم دیگه از اینجا. میدونی من کیم؟ من کسیم که میتونم فردا اینجا رو تعطیل کنم، میدونی اینا؟ بلند شیم بریم اینجا. مرد نیستی اگه این کارو نکنی. رابیا برادر من صبر کن یه لحظه. وایسا، تو میدونی با کی داری اینطوری رفتار میکنی؟ خدا رو شکر که سینان اینجا بود. آفرین سینان. برادر من ول کن میگم، ول کن، ولم کن. آخه تو کی هستی که منو میندازی بیرون؟ گم شو از اینجا. کی هستی؟ اگه به من التماسم بکنی دیگه اینجا نمیمونم. وقتی فهمیدی که من کیم اون موقع است که بیایی التماسم کنی. حالا میبینی هر کاری میخوای بکنی بکن، پس فدرت بی حیا. خیلی ببخشید، شبتون بخیر، شبتون بخیر. بیا بیا اینجا. آی خدا سب کن بشین. داروام تو کیفمه برام میاریش؟ نمیدونم که من به کی بدی کردم، یعنی آه کی منو گرفته؟ آخه من که به کسی بدی نکردم. از اون آخری یه دونه بده، انگار یه ابر سیاه بالای سر منه، نمیخواد دست از سرم برداره. باشه باشه آبجی، بیا اینه بگیر. خیلی خوب میگذره دیگه، خیلی خوب آروم باش. باشاک به هم بگو که تو نقششو نکشیدی. یعنی بعضی موقع باید ازت ترسید، الان دیگه چی؟ اینقدرم احمق نیستم، چرت نگیم بابا، کار من نیست. راست میگی؟ آره چه حرفا. شبتون بخیر، بازم ببخشید. شبتون بخیر، ببخشید. من مطمئنم از قبلش خیلی بهتر میشه. میشه ولی خیلی سخت میشه، تازه وضع مالیمونم زیاد خوب نبود. کاش این ماجرا رو زیاد کشش نمیدادین. پلین مگه من میخواستم اینطوری بشه؟ اما خودت دیدی مردی که به آبجی صفیه گیر داده بود. خب اگه اون نبود رستورانی هم در کار نبود. رستوران باشه امیدم هست، یه شاید هم امید داده ولی ما نمیبینیم. ببخشید رستوران رو بستین؟ نه بفرمایی. آخه یکم پیش دوستان گفتن مشتری ها رو انداختن بیرون، اما نه اون چیزی که فکر میکنین نیست. برای یه نفر اینطوری بود، ما هم نخواستیم اینطوری بشه ولی مزاحم یه خانم محترم شدن. جدی میگین؟ آخه من شنیدم که میگفتن یه آدم مهمی بوده. داداش واسه ما مهم نیست طرف کی باشه، مهم آداب و رسومه. غذایی نیست که فقط بخوری و بلنشی بری،
هر کی میخواد باشه، من اجازه نمیدم مزاحم بقیه بشه. سینان سرش پس ماست. خب اینجا رو به خاطر پول درآوردن باز کرده، ولی خب اینجا هم جایی واسه پارتی بازی نداره. درسته، آخه من از کوه گاز برگشتم، اگه سر و وضعم مشکل نداره اذیت نمیکنه. این چه حرفیه؟ بفرمایین همراهیتون میکنم. آوازه قلب طلای شما تا اونجا هم رسیده. خدایا شکرت. الان حالت خوبه؟ زیر سایتون بهترم عزیزم. اون مگه انگشتره با شاک نیست؟ ازم جدا شد. یعنی اینقدر زود خسته شد؟ خب چی کار کنم؟ چی کار میشه کرد؟ چی کار میتونم بکنم؟ میگذره دیگه، عادت میکنم. های عزیز دلم، معلومه که میگذره، بیا فداتشم. میگذره عزیز دلم، مگه میشه عادت نکنی؟ عادت میکنی، بعدش با دختری که بهت بیاد آشنا میشی، کسی که به خانواده ما بیاد اصالت خانوادگی داشته باشه، آبروی خانواده ما رو نبره. من روز اولی که باشاکو دیدم فهمیدم که این دختر کسی نیست که با تو بمونه. من فکر میکردم تا آخر عمر با همین، ولی نه عزیزم، من از همون اول میدونستم این یه حس زود گذره. چی کار کردم؟ همش به باشاک گیر دادم. اون چی کار کرد؟ از تو جداش. صبر کن ببینم. یعنی چی بهش گیر دادی ها؟ چی شده؟ میشه کامل به هم بگی چه اتفاقی افتاده؟ من فکر میکردم که شما خوب با هم کنار میاید. عزیزم مگه یادت رفته؟ همون شبی که با هم بودین اومدین با هم صحبت کنین، بعد منم برگشتم بهش گفتم نفرت انگیز، مگه اینا رو باشک بهت نگفت؟ از دست تو آبجی، از دست تو، حق با باشک بود. پس تو اون همه بد و بیراهو بهش گفته بودی؟ آره. یه لحظه وایسا ببینم آخرش حرف من نشد مگه؟ حق با من بود یا نبود بگو. باور کن دست شما، میرم سر به کوه و بیابون میذارم، خودم واسه خودم میرم بیرون، یه جای گیر میارم، بالای درشم گنده مینویسم ورود خانم ممنوع. از جون من چی میخوای شما ها؟ چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ من سعی میکنم همتون خوشحال باشین، ولی شما دارین منو دیوونه میکنین. دیوونم کردین. باشا کجاست؟ خاله جان، مگه شما رو تازه نفرستادیم خونه؟ من داغون شدم، خونم رو سرم خراب شد، این آدم رو با همین وز تو خونم پیدا کردم. همه همسایه هم وقتی داشت از خونم در میرفت دیدنش. جناب سربان، منم شکایت دارم، به هر حال دختر جوون تو خونه دارم. برو بابا، چه جوونی؟ اون موقع باید بگم مارال دختر بچه است. دختر؟ عجب آدمی هستی تو. دیدی پسر خوشتیپه؟ خواستی مخشو واسه دختر خودت بزنی؟ حرف اینو باور نکن پسرم، بالای 30 سال سن داره، چه جوونی؟ ساکت چی؟ خاله جان، این آدم بگو چی شده؟ ما اعترافاتشو می‌نویسیم. جناب سروان، من وقتی خونه نبودم این آدم اومده خونم، می‌خواسته به دخترم دسترازی کنه. به خدا قسم به همین نون و نمک، اینجوری که میگه نیست جناب سروان. من و مار خانم به من کمک کرد، دید تو خیابون تنها موندم، گفت بیام تو. توف ببین، برای اینکه خودش قصر در بره چه تهمتی داره به دختر من میزنه. مارال قربونت برم، تو یک چیزی بگو آخه. من تا وکیلم نیاد صحبت نمی کنم. تو مگه وکیل داری؟ نه دیگه، واسه همین میگم تا وقتی نیاد حرفی نمیزنم. جناب سروان گوش کن ببین چی میگم، من رئیسم خیلی خوب میدونه که چجور آدمیم، به خدا من منحرف نیستم. رئیست کیه؟ نکنه مافیا هستی؟ نه بابا نه. اگه اجازه بدین یه تلفن بهش بزنم بیاد اینجا. بگیر بزن. باشه تو واقعا بلند تو نمیخواد؟ مگه من همچین چیزی گفتم؟ از ذهن من همچین چیزی شنیدی؟ واقعا؟ پس چرا انگشت رو بهش پس دادی؟ خب داشتیم بحث میکردیم دیگه، عصبی شدم یه چیزی گفتم. حالا عصبی شدی؟ باشه خوبه، پس همین الان برو پیش بلند معذرت خواهی کن، همه چی حل میشه. نه عمرن نمیتونم، اون موقع سر حرفم نموندم. نه نمیشه. دارم دیوونه میشم ها دختر، مگه این آدم مسخره ای توئه ها؟ مگه اون آدم احساس نداره؟ معلومه داری چیکار میکنی؟ سلام. سلام عزیزم. پس آبجی صفیه جانت کو، من فکر میکردم بعد از این با هم میخواین زندگی کنی. باشا خفشو تا بعد.
بریم عزیزم. اگه بعد از این نخوای با من دوست باشی حق بهت میدم. ما با هم دوست نبودیم آقا، نامزد بودیم. خب خیلی خوب باشه، حالا هرچی، من به تو یه معذرت خواهی بدهکارم به خاطر اینکه به حرفت گوش ندادم و باورت نکردم. آبجی صفیه همه چی رو لو داد. چی لو داد؟ وقتی میگی همه چی منظور چی؟ از چی حرف میزنی؟ صحبتایی که با هم داشتین و دیگه، اینکه تو رو نمیخواد و چه میدونم، همه چی رو به هم گفت. اما تو هم نباید با دوست پسر قبلی پیش همه اینقدر صمیمی رفتار میکردی. این کارت اصلا درست نبود، اصلا خوشم نیومد. آنیلو میگی؟ آنیلو داری میگی؟ یه لحظه صبر کن آنیل. آنیل عزیزم یه دقیقه بیا، یه لحظه بیا. چه رابطه مسخره‌ای بین شما بوده؟ من نمیفهمم واسه چی داری اینجوری صداش میکنی. بیا آنیل، این بلنده عزیزم. همچین چیزی نیست. ببین ما باهات بازی کردیم، میدونم یکم بد به نظر میاد میگم بازی، ولی چی کار میکردیم؟ حرفایی که آبجی صفیت به من زده بود و باور نکردی، به خاطر همین منم مجبور شدم همچین کاری کنم. حالا نم همه چی از اول برات توضیح میدم چون خیلی باله، گوش کن. ببین من اون صفیه رو تیکی تیکش میکنم، یعنی یه بلایی سرش میارم که به جای صفیه صاف صداش کنن، یه جوری میزنمش که کسی نشناسدش. باور کن من این زنه رو میکشم، زنه که دیوونه. آفرین باشا که همین کارو بکن، بکشش، بعد اونم از بلند جداشو، بلندتم بره بکشنی تو قبرستون تا خودی صبح گریه کنه، چشاشو در میارم که دیگه گریه هم نکنه. یه کاری کنیم که صفیه با تناب خودش بیفته تو چایی که کنده، بعدش هم درشو ببند. چطوری باید این کارو بکنیم؟ به نظر من مستقیم بریم بکشیمش. دخترا ما قبلا این مشکلاتو چطوری حل میکردیم؟ شت روبا، میخوای بگی با هیلگری این کارو بکنیم؟ آره بگو ببینم. قراره امروز بیاد اینجا. عصبی شدی؟ نه خیلی. پس اون وقت بیا همدیگه رو بغل کنیم تموم شه. خب نمیتونم بغلت کنم چون تو جیبم یه انگشتر خیلی سنگینه، البته سنگش چون بزرگه میره تو تنت. که ایندار اون انگشتر تو جیب تو چی کار میکنه؟ آخه من به جواهر سازه گفته بودم یه جوری درستش کنه که تو انگشتم میکنم دیگه در نیاد. آره خب یه کار دیگه میکنیم، تو اون انگشتر رو دوباره دستم کن، بعدشم منو ببوس و که تموم شه. آبجی اگه کاری با هم نداری من دیگه برم، با دوستام قرار دارم. باش عزیزم، برو، خدافز. ای خدا. عجب چیز خفنیه. این شیرینی جایزه گرفته، سرآشپزمون هر روز میپزه، یعنی نمیپزه بعد بذاره بمونه. پلینم دستش درد نکنه، تا فرصت پیدا میکنه از من تعریف. هی سینانم که اصلا خوشش نمیاد. نه از خامه که روشه معلومه که نیم ساعت بیشتر نیست پخته شده، تازه بعضیا میپزنش میزننش توی یخچال که خامش سفتر هم بشه. آره دقیقاً همین که میگی، تازه برمیدارن از مواد غیر بهداشتی، شکرای مضر هم استفاده میکنن که طعمش مزخرف میشه. من بارها به مریضایی که میان مطبم میگم خیلی از بیماری از مصرف زیاد شکره، ولی بازم میگن تو لیست غذایی شما متخصص تغذیه هم هستین؟ بله ببخشید یه تم رفت بگم، پلینم اونایی که واسه لاغری میان پیششو رد میکنه، یه همچین متخصص تغذیه‌ای داریم ما. خب چیکار کنم؟ یعنی به خاطر پولی آدم سالمو مریض کنم؟ درسته. راستی شما مطبتون کجاست؟ دوستام نیاز پیدا کردن شما رو بهشون معرفی کنم. من الان کار نمی کنم، یعنی اگه بخوام راستشو بهتون بگم بیکارم. پس اون موقع یه لحظه همینجا بود. آها ببینید شماره دوستمه، مطمئنم که از آشناییتون خوشحال میشه، تازه اگه بتونیم با هم کار کنید فکر کنم برای همه میتونید مفید واقع بشید. عالی، ازتون ممنونم. نکردم. قبل اینکه چیزی بگین میخوام یه چیزی بهتون بگم، غذاهاتون فوق العاده است، قبول، شیرینیتون هم که حرف نداشت، اما این رستوران یه حال هوای دیگه ای داره، چیزی نیست که به زور خوبش کرده باشن. چه
چطور بگم، انگار من به عنوان یه مهمون اومدم رستورانتون. دیگه اینکه همیشه وقتی جوونا با هم یه کاریو شروع میکنن همیشه بحث و جدل بینشون بوده، اما بین شما همچین چیزی نیست. والا چی بگم، به خاطر حرفای خوبی که زدین تشکر میکنم. بعد از این همه اتفاق، از اینکه با شما آشنا شدیم خیلی خوشحالیم. خب دیگه من برم شیرینیمو بخورم. نوش جونت. ممنون. نوش جونت. به خونم تجاوز کرده رو گفتم، لباسای ناجور پوشیدرم نوشتم. دختر دیگه چی موند؟ لخته لختم تو خیابون داشت میدوید. جناب اینم اضافه کن، اینم بنویس که چطور یه پیرزن دنبال خودش دونده، ممکن بود بمیره. سلام جناب سروان، روزتون بخیر. اسمم رضا سیحان، از نزدیکای زبر دوان هستم. بفرمایید. من تا شنیدم چی شده سری خودم رسوندم، همچنین چیزی ممکن نیست. چون محله شما تا حالا کسی لخ گشته؟ حتما یه دلیل قانع کننده داره. این بچه زیر دست من بزرگ شده، بچه‌ای که تو خیابون به هیچ دختری حتی نامزدش هم دست نمیزنه، حالا بیاد چشم ناموسی که دیگه داشته باشه. جناب سروان، شما چرا با این آدم حرف میزنید؟ اینا خانوادگی مثل همن. دختر این مخه پسر همسایه ما رو زده و اسیر خودش کرده. اینا اصلا قسم خوردن که آرامش از این خونه و اون خونه بگیر. خانم محترم، دختر منو قاطی نکنی. زبیر جنابالی داشت مخه دختر منو میزد، حالا دارم واسط. یه لحظه وایسی. دختر بگو ببینم واقعیت چیه، اون آدم به زور اومد تو خونه؟ جناب سروان، من خودم به زبیر گفتم که بیاد خونم. آخه اون جاییو نداشت که بخواد بره. خدا لعنتت کنه، بی آبرو، بی حیثیتم کردی. من تو رو اینطوری تربیت کردم ها؟ آخه به کی رفتی؟ خدایا خودت به هم صبر بده. دختر اینقدر خودتو مسخره خاص و عام نکن، سه بار شوهر کردی، نامزداتم بشماریم یه تیم فوتبال میشن. تو آخه از عشق چی میفهمی؟ برو بابا. فقط تو میفهمی؟ فقط تو میفهمی که عشق چیه ماما؟ عزیزم پلین منظور منو اشتباه متوجه شده، مگه من همچین کاری میکنم؟ مگه من میتونم خوشحالی تو رو نخوام؟ باشه تمومش کن، به خاطر خدا دیگه نمیخوام بشنوم. خیلی خوب. اما من به تو گفتم، گفتم اون دختر. آبجی تو اصلا منو دوست داری؟ این چه سوالیه بلند چون؟ آبجی تو منو دوست داری، اینم میدونم. اینو نمیپرسم که به هم بگی دوستت دارم، من خوبیه تو رو میخوام. تو کاری که من میگم و بکن، دارم میگم برام ارزش قائلی یا نه. بگو ببینم واقعا برای من ارزشی قائلی؟ معلومه. خیلی خوب باشه، پس یکم به احساسات منم ارزش بده، به خاطر خوشحالی خودت ارزشای منو نادیده نگیر. خیلی خوب. من به خاطر تو هر کاری میکنم بلند. خوبه، پس اون موقع برو از باشاک معذرت خواهی کن، اینقدر با سینان ما رو تحت فشار قرار نده. باش. خیلی خوب. رئیس خدا ازت راضی باشه. فقط دو روز ولت کردم، حال روزتو ببین. معذرت میخوام رئیس، تو خودت منو خوب میشناسی. توی خونه یه دنیا کار هست، تو افتادی دنبال دوست دخترت؟ اوه به خدا یه روزه همه شونو برات حل میکنم رئیس، سری همه کارا رو تموم میکنم. تمومشون نکن، ببین باید چی کار میکنم. درامیافت. عجب اتفاقی افتاده، منم فکر کردم همه چی خوب پیش رفته. تو به کجا رسیدی؟ حق با تو بود، به همین راحتی نمیشه دل خاله ملیحه رو به دست آورد. والا من هر چیزی که باید به مامانم گفتم، اگه چیزی که اون دوستش بشنوه رو میگفتم درویی حساب میشد. ببینم اسم این عوضی چی بود؟ ببین اسمش چیه، یه نگاه به اینستاگرامش بندازم. من نگاه کردم، پروفایلش مخفیه. بچه‌ها بس کنین، تلفن رو بذارین کنار. هر کی هر چی نوشته به ما چه؟ تو سرش باز، یعنی از خودمون دفاع نکنی؟ دفاع میکنی، دفاع میکنیم جانسو. میخوای بریم تو دهنش بزنیم چطوره ها؟ دوست داری این کارو بکنی؟ رستوران تانکوت سینان ایلماز اینجاست؟ نوشتن، خدا به داده ما مرسه. بفرمایید. از تو اینترنت خوندم که دیشب چه اتفاقی تو رستوران افتاده. ببینین خانم محترم، نمیدونم چی نوشتن ولی به عنوان یه زن اومدم که
صمیمانه ازتون تشکر کنم، چون واقعا توی شرایط سختی به یه زن کمک کردین. مطمئنن اگه کس دیگه بود تو اون شرایط برخورد دیگه ای میکرد، فقط برای اینکه موقعیتش به خطر نیفته. اما شما بی خیال همه چی شدین و پشت یه زن ایستادین. اینطوری نوشتن؟ چه جالب، تو دنیا آدمای خوبم هستن. تازه متخصص خوراک کلی تعریف غذاتونو کرده. خیلی ممنونم، ولی منظورتونو کامل نفهمیدم. نخوندین مگه؟ دارین شوخی میکنین؟ ببخشید یه لحظه میتونم بگیرم؟ وقتی برای اولین بار میخواستم برم رستوران این سرآشپز جوان، فکر نمیکردم که حس به این خوبی داشته باشم. شیرینیاشون اونقدر جذاب، غذاشون اونقدر خوشمزه بود که حس خوبی بهم میداد، طوری که حس میکردم تو خونه ی خودمم. خونم. تازه رابطه صمیمانه که با هم داشتن قسمت جذاب اون شب بود. نه تنها مشتری، بلکه برای اینکه خودشونم خوشحال و راضی بشن دست همدیگر رو گرفته بودن. خوشحالی، آرامش و تلاش رو با هم یکی بودن. این هفته برای من تنها کلمه‌ای که میتونم به زبون بیارم اینه که خیلی خوبه که کارم اینه و تونستم فیلیا رو ببینم و از اونجا خوشم اومد، بدونن که راه درستی رو انتخاب کردن. آه پسر، میدونی چیه؟ اگه من میدونستم اون پس فطرت دیشبی اون خوراک شناسه نیست، میزدم فک و فوکش جلو همه میآوردم پایین. بهتون تبریک میگم، منم میرم یه کیک بیارم بعد میام. آره تو برو. سینان الان آرومی دیگه، داداش خودمی. ببین از نو متولد شدیم، ایول به تو. اگه ناخواسته ام باشه بازم خیلی خوب بازی کردی، آفرین. پسر بازی نکردم، که اتفاقی بود که افتاد؟ حالا هرچی، از من انتظار فکر کردن نداشته باش، مخ من به این چیزا نمیکشه، من دیوونه دارم میشم. تاثیرگذار بود، با طرف در مورد کاری که نمیکنه صحبت کرد. یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی چی کاری که نمیکنه؟ مگه نمیدونی پلین مطبشو فروخته؟ بحثش از اونجا شروع شد، طرفم موضوع براش جالب اومد. جدی میگی؟ کی فروخته؟ تو از کجا فهمیدی؟ روزگار گفت. دیگه چی؟ خب روزگار دیگه چی بهت گفت؟ دیگه چی باید بگه داداش؟ من نمیدونم که، خب به هر حال من چیزی نمیتونم بگم، هر کی کار خودشو میکنه. راستی میگم بریم یه هدیه خوشگل برای پلین بگیریم. ببین اون دختر شیطون واقعا یه فرشته است، هر کاری میتونه بکنه، هر کاری از دستش برمیاد. اونو بسپر به من داداش، نگران نباش، هدیهش آماده است. خوبه. خب دیگه من برم. کجا؟ روزگار میخواد تازه کیک بیاره، کجا داری میری؟ خب باشه شما بخوری، من دیگه رفت. خداحافظ. الو، سینان ماجرای فروختن مطب از روزگار شنیده. مگه میشه؟ اون از کجا فهمیده؟ والا اینشو دیگه نمیدونم، ولی اینو فهمیدم که این داستان از چش کی داره آب میخوره. روزگار الان کجاست؟ اینجاست. باشه همین الان میام اونجا. کسی که مژدگونی قراره بگیره اومده، ولی دیر کردی، کیکو از دست دادی. به سینان گفتی مطبمو فروختم، چرا همچین کاری کردی؟ فکر کردم گفتی، وقتی دیدم قیافش عوض شد فهمیدم شوکه شده. چطوری فهمیدی؟ به نظر من زیاد کشش نده، چیزی که میخوای بدونی یا بپرس. اونم میدونی؟ آره، و راستشو بخوای سینان اینو نمیدونه. الان نوبت این یکیه مگه نه؟ میخوای بری به سینان بگی و ما رو از هم جدا کنی؟ واقعا خندم میگیره از خیالاتی که داری. این هم مثل جریان دزدیده شدن به حد کافی خنددار هست. نمیترسم، اگه میخواستم بگم زودتر از اینا میگفتم، ولی یه نصیحت بهت میکنم، هرچی سریعتر این موضوع به سینان بگو، وگرنه واسط خیلی بد میشه. الو، باشه، آره میشناسم، همین الان میام. باشه، چون میخوام باهات صحبت کنم عزیزم. میبوسمت. ازت خواهش میکنم وقتی دارم همه چیو بهت میگم سریع عکس‌العمل نشون نده. خواهش میکنم نرو، باور کن به خاطر دوست داشتنم این کارو کردم. خواهش میکنم.
اینجا عجب جای قشنگیه. واقعا خیلی خوشگله، مخصوصا اینجا رو انتخاب کردم. سینان اگه منو دعوت نمی کردی من میخواستم تو رو دعوت. برای یه پیکنیک همه چیو در نظر گرفتم. خیلی خوبه مگه نه؟ آره واقعا همینطوره، اما قبل اینکه پیکنیکمون شروع بشه میخواستم یه چیزی بگم. تو اینجا رو نپسندیدی؟ نه همچون چیزی تو نپسندیدی. نه من از قیافت میتونم بفهمم، اون چیزی که فکر میکردی نبود. ببین اگه بخوای یکم جلوتر درختر بهتری هم داره، اونجا هم میتونیم بشینیم. سینان واقعا دارم میگم اینجا خیلی خیلی خوشگله، هیچ مشکلی هم نیست، فقط میخواستم با سب تو... کن سب کن، قبلش بشینی بعد حرف میزنیم، باشه؟ بیا. باشه. سینان من واقعا نمیدونم موضوع رو. ببخشید یه لحظه، یه چیزی رو فراموش کردم. خودش همین الان اومد و داره اتفاقی که دور و برش میفته رو حلاجی میکنه. یه چند دقیقه بعد من میخوام. سینان میشه خاموشش کنی؟ میخوایم حرف بزنیم. باشه حتما. من نخواستم چیزی از قلم بندازم، به خاطر اینکه امروز روز خاصی. آره امروز مهمه، به خاطر همین خیلی زود میخوام باهات حرف بزن. نمیخوای بدونی داخل این چیه؟ خب معلومه که میخوام سینان. من این یه چیز مخصوصه. وقتی میگی مخصوص یه چیزی تو مایه های قلب طلاییه؟ نزدیک شدی خانم کوچولو. این قلب طلایی نیست، اینم شیرینیه ولی قلب طلایی نیست. این اسمش عشق اوله. وقتی داشتم میپختمش به خودمون فکر میکردم و خواستم اول تو ببینیش. نمیخوای بازش کنی؟ Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Pelinam. زندگیم اولین عشق زندگی. با من ازدواج میکنی؟ سینار من نمیدونم باید چی بگم چون شوکه شدم. خدا رو شکر دوباره دستم میکروفون نیست. نه 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 اصلا همچین چیزی نیست. من وقتی داشتم میومدم اینجا یه چیز دیگه تو سرم بود. فکر کنم یکم زود بود. زود بود. من چیز من نباید این کارو میکردم. نه نه واقعا ربطی به این موضوع نداره. نه 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 انگار ما موقعیتمون فرق داره. من باز عجولانه رفتار کردم، ببخش. سینان یه لحظه، تو چند لحظه پیش به من پیشنهاد ازدواج دادی؟ دیگه بیشتر از این خوردم نکن، من بهتر هرچه زودتر از اینجا برم. حق نداری جایی بری، تو وقتی این انگشت تو انگشت منه نمیتونی جایی بری. Haydi
این همه تدارک دیدم و ازت خواستگاری کردم، اون وقت جوابش این؟ خبره ته نتره که درش که وای شما اینجا چی کار میکنی؟ برو کنار، بکش کنار، بیا دختر، بیا ببینم. وایسی وایسی، اینم عروستون، خیلیشو ببینید. بلا بدور، چه کاریه؟ چه طرز حرف زدنه؟ شما اصلا به چه حقی اومدی خونه من؟ نکنه میخوای مثل این کارگر بی فرهنگت با شورت بیام خونت؟ خیلی هم با کلاس اومدم. رضا این زن چی میگه؟ بابا دیروز زبیر از کلانتری آوردم بیرون، اونو میگه. تو که گفتی مسئله مهمی نبوده، ولی این داره از شلوارک حرف چی چی میزنه. مهم نبوده، اهل مهر دارن پشت سر دخترم حرف میزنن، زود عقدشون کنین تا آبرومون نرفته. صبر کن ببینم، تو همسایه مادر اون آشپزه نیستی ها؟ ما چرا از این محله و آدماش خلاص نمیشیم؟ سینان یه لحظه گوشی تو میدی؟ بگیر. میخوای چی کار کنی؟ هلین؟ قیافه‌ای که میبینید مربوط به دختریه که 10 دقیقه پیش ازش خواستگاری شده. یه دختر خیلی خوشحال که داره میخند و الان از که از خوشحالی زوق مرگ بشه. بگیر ببینم. الان هم تصویر دامادی رو ببینین که خواستگاری کرده و مثل فرمانده که تو جنگ پیروز شده از عروس خانم بله رو گرفته و ماجراهای جدید شروع شد. کارت خیلی مونده؟ همین روزه یه کارت عروسی دیگه میاد روی این میز، اون وقت من میدونم با تو. خب بیاد عزیزم، چی کار کنم؟ الان کلی کار دارم دیگه. یعنی چی بیاد؟ چیزی نیست، همینجوری داد زدم. یعنی چی بیاد؟ اول ما ازدواج میکنیم، فهمیدی؟ اول ما ازدواج میکنیم. من به اندازه‌ای که برای عروسی فکر کردم واسه پایانم هم اینقدر وقت نذاشتم و فکر نکردم. لطفاً یکم به این فکر کن. خب کار دارم عزیزم، قربونت برم. کی قبل از ما ازدواج کنه؟ صبر کن ببینم، وایسا ببینم کجاست. آخه عزیزی دلم، بالاخره همونی که خواست شد، بالاخره درست شد. چی شده؟ ببین. اوه خیلی خوبه. غیر ممکنه. چی؟ غیر ممکنه. چی غیر ممکنه؟ دیدی؟ دوستت انگشتر رو داد میبینی؟ حمله رو میبینی؟ فرتی ازدواج میکنم، ما همی وسط میمونیم. چم کن، بعد یه برنامه ریزی درست حسابی انجام بدیم. لطفا چم کنش قبل از دسته. زود باش دیگه، تو رو خودم. وای عزیزم، میبینی هاکان آخرشم خوشبخت شد. خیره ایشالله، خوبه والا، اینجوری منم دیگه تنها نیستم. بابا یه لحظه سب کن. الو پلین عشقم، خیلی خوشحال شدم. منم خیلی خوشحال شدم پلین جون، ولی اول من ازدواج میکنم. باشه بابا باشه، دیوونه رو نگاه. باشه اول شما عروسی کنید. این حرفا رو ول کنین، تعریف کن چطوری خواسته داری. آره زود باش پلین جونی، تعریف کن. بچه ها شوهر خواهرتون تو رستوران منتظرتونه، سورپرایز باشه واسه اونجا. پشت گوشی که نمیشه، اونجا تعریف میکنم، میبینم تو. میخوای کمک کنی هاکان جون؟ میگم چطوری که مام یه کارای انجام بدیم؟ چی کار کنم عزیزم؟ هوو بیارم وسط چی کار کنم؟ وای هاکان، من همچین چیزی گفتم؟ ببین من منظورم این نبود، مثلا چیزه مام دوباره عقد بکنیم خوبه؟ عشقم یکیه دونم.
مام تازه عقد کردیم، بیا و بیخیال این داستانش. وای هاکان از دست تو، حالا چی میشه ما یه بار دیگه هم عقد بکنیم؟ ای بابا خیلی خوب، بیخیال، اصلا هیچی نمیگم، تو همش هم اینطوری میکنی. سب کن سیمای. تا اینا رو با هم عقد نکنین از اینجا تکون نمیدن. اگه همچه چیزی میشه اینا خودشون عاقلن، بذار بیدون میخوان یا نه. میخوای پسرم؟ غلط کردی که نخواد. بایستا دیگه زن، ای بابا. یعنی ما همدیگه رو تازه داشتیم میشناختیم. بابا اینا جوونن، باید اول همدیگه رو بشناسن بعد ببینن قسمت میشه یا نه. چطور وقتی سینان دخترتونو میگردون دیوونه میشدی؟ دختر منم خجالت. خانم محترم پای دختر منو وسط نکشون. دختر شما آدمه، دختر من آدم نیست. دختر من دختر با ادبیه خانم. بعدش هم ما زورکی نمیریم خونه مردم بگیم باید عقدمون کنین. بله میگم با شورت تو خونم گیرش انداختن. تو چه زنی زبون نفهمی هستی؟ آی چرا داد میزنی آخه عزیز من؟ گیر انداختی که انداختی، مثل توتی داره همش همینو تکرار میکنه. میگم باید همدیگه رو بشناسن دیگه. ما همچی چیزی نداری. از امروز چه بخواد چه نخواد دیگه نمیتونه روی دختر منو ببینه، چون من سریع یه آدم شیر پای خورده پیدا میکنم و دخترم رو میدم. را بیام بریم دختر. ماما من نمیتونم با کسی دیگه یه این کار ممکنه دیگه دوره بر دخترم نبینمت و الا خودم این دفعه میکشم. خیلی خب باشه باشه. آی را بیام. آخ دختر تو قلب منو داغون کرد. آخه این چه کاریه که میخواد بکنه مامانت؟ چه خوب زندگی تو داری با عشق اولت شروع میکنی. خوشتیپه، قشنگ میخنده، غذای خوشمزه درست میکنه. یعنی در واقع امروز فهمیدم که چرا عاشق این آدم شدم. سینان مرد خوشفکریه، روح خیلی خوبی داره. میبینی چه خوبه، یهو از رابطه ما 11 تا پله زدن جلو. پسر خیلی خوشگل خواستگاری کرد. باشک چه ربطی داره آخه؟ به نظرم واسه شما هم خیلی رمانتیک بود. آره برو بابا، کجاش خواستگاری ساده بود، مثل ننه بزرگامون دیگه. میدونی بیشتر از همه از چی خوشحالم؟ تو مطب تو فروختی، بدهیاشو دادی، بعدش هم اومدی بهش گفتی، اونم اصلا براش مهم نبود و سریع هم ازت خواستگاری کرد. واقعا خیلی خوشحال شدم. بهش نگفتی؟ نتونستم بگم. دختر داره دیر میشه، کی میخوای بگی؟ میگم یه کاری بکنم، چطوره بعد عروسی بهش بگم؟ ها پلین دختر، قسم میخورم که میخواستم بگم ولی اینقدر خوشحال بودیم که اصلا نتونست. نه خیر پلین جون، باید این مسئله رو حلش کنی، خیلی هم زود باید حلش کنی. باشه. سینان ما رو دعوت کردی اینجا ولی الان کم بوده از گرسنگی این گلای رومیز رو بخورم. آخه مگه میشه تو رستوران دام؟ ولی اگه برنامه یه چیز دیگه است اونو دیگه نمیدونم. برنامه‌مون برنامه‌مونم رسید. ممنونم. اینم برنامه، غذایی که پلین خیلی دوست داره، فست فود. ای فوق‌العاده ای عزیزم، سورپرایز شدم. ممنون. عشق واقعی اونیه که حساب کالری رو نکنه و مرد واقعی هم اونیه که اینو فراموش نکنه. الان این تیکه رو به من انداخت؟ با منم بود داداش، نگران نباش، جفتمونو گفت. ولی حق داره والا. سیمای قراره ما اینا رو تو کاغذ بخوریم، بریم چند تا بشقاب بیاریم دیگه، زود باشین. شما هم تا ما نیومدیم نمیخورین، فهمیدی؟ پاشو. باشه بیا. باش اومدم دیگه. فقط من یه چیزی بگم، این فست فود و رژیم غذایی رو نمیتونیم کنار هم بذاریم. جریان چیه؟ ما به این میگیم میکس جرم و لذت بلند چون. آره تو همینجوری بگو. خوبه پلین جان، خوبه. سالی یه بار دیگه چیه مگه؟ دفعه بعدی هم اولین سالگرد ازدواجمون میبرمش، تموم میشه. اینا باش، هم راه کم هزینه رو پیدا کرده، هم جایزه آدم خوش فکر مخواد بگیره. خوبه والا. دقیقاً داداش، خوبه والا. همه هستن؟ اومدین؟ برنامه ما هم اینجوریه،
پیشنهاد ازدواج میده. ببینم قبول میکنه. حتما میدونین که عجیب ترین چیزی که تو زندگیمه اینه. اگه بپرسن تو زندگیت از چی متنفری بدون هیچ فکری، حتما میگم میکروفون. اما فکر کنم دیگه وقت آشتی کردن باش رسیده. خیلی دوست دارم پلی سیحان. ده، بیست، سی، هر چند سال که میخواد بگذره همیشه همینقدر دوست دارم. با من ازدواج میکنی پلی سیحان؟ بله قبول میکنم و خیلی دوستت دارم. اگه 10 تا قلبم داشته باشم همه همشو میدم به تو. بله کار اینا دیگه تمام شد.